Oh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض او کما قال علیه الصلاة والسلام بحث مروزی ما به تتمی بحثای گذاشته این است که اعمال که در ترازو وزن دارن و خیلی پربار هستن کدام هست ما باید درک بکنیم قبل از که به محشر برسیم قبل از که به میزان و حساب و کتاب آماده استاد شویم انسان باید درک بکنه که ان کارهای را انجام بدهد که در روز قیامت پله حسنات ما را سنگین می سازد. وزندارترین عمل انسان در ترازوی وزن اعمال اخلاق زیباست از ابو الدرداء رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این اثقل شیء یوضع فی میزان العبد یوم القیامه خلق حسن سنگینترین چیزی که روز قیامت در پله حسنات انسانها گذاشته میشه او اخلاق زیباست و ان الله یبغض الفحش البذی خداوند متعال انسان بد زبان و بد لهجه را دوست نمی داشته باشد وبعد ما بيناد در مسلمة بخاري ومسلم از حضرت ابو هريره رضي الله عنه دعات رسول اكرم صلى الله, صلى الله عليه وسلم فرمودن كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يدو كلمي زيباي كه واكن وخيل سبوربار و با و الله متعال خيل محبوب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم امیدوار هستم که همه بیننده های عزیز ما ورد زبانشان باشن که هر لحظه که فرصت دارن هم سبحان الله و به حمده سبحان الله العظیم در سی مسلم از ابو مالک اشعری روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن الطهور شطر ایمان پاکی نصف ایمان و بخش بزرگ از ایمان هست و الحمدلله لله تملا المیزان الحمد لله گفتن پله حسنات را پر میسازد و سبحان الله و لله و د کلمې دیګر کې سبحان الله الحمدلله تم لانی هر دویش پر مکنن او تم لوي پر میسازت مابین السما والارض ان چیزی خلاي کې بین اسمان او زمين هست وزن الحمدلله و سبحان الله نهایت زیات هست الله متعال هم ما رو توفيق نصیب وکړي ته یې دره هميش داشته باشه بخاري و نصائي او احمد از ابو هريره رضي صلى الله عنه رات مکنن کې پیغمبر اکرم صل الله عليه وسلم فرمودن من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه ورث وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة كسك أسبرا خريد وبخاطر الجهاد ومبارزة دراه الله مطال نقاه شكر بود كي ما بايد راه خدا برسمي وتصديق با الدين داشت إلى وقت كي علف مدحد آبش مدحد وهو فضلجات ركي اه اه انتاج میکنه اسبش کلش در میزان حسناتش وزن خواهد داشت روز قیامت خدامد مطال با اعطای حوز مسئله دیگری که لازم هست ما باور داشته باشیم در پهلوی میزان ایست که اعمال ما تلاش داشته باشیم که از حسنات خود کوشش بکنیم به اخلاق خود و به ذکر الله مطال و به عبادتهای خود و الله مطال بزرگترین قیمت را که قائل میشه و ایست که به فرائز هست انسان وازم و فرائز توجهی داشته باشه و از محرمات و از منحیت دور باشه خالق خلازل همه مر توفیق نصیب بکنه و ما باشید بحث را تکمیل خواهیم کرد خوش آمدید خداوند متعال با حوز بزرگ و بسیار وسیع که آبش از شیر سفیدتر و از اصل شیرین تر است و بویش از بوی مشک خوشبوتر است از بنده و اش حضرت محمد اکرم صلی الله علیه وسلم او تجلیل می کند حوض دومین بعد از حساب و کتاب که انسان ها از روز محشر جمع شدن خلاص میشه میزان تکمیل میشه حوض کوسر نکته دیگری است که نعمت بزرگی است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این امت را نوازش خواهد داد و آن کسی که از روی زمین بالې وي ایمان داشته وشه ازي حز کوثر مستفيد خواهن شود ګلاسه از حوز باندې ستاره اسمان فراون هستند آبش نهایت پاکیزه کی از رود کوثر واردې ان حوز میشه همان رود کوثری کی خدوند متعال در بهش به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اختصاص تاس امت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ان حوز وارد میشوند هر کس یک مرتبه از آب از آن آب کی بنوشد دیگر تعبت تشنه نخواهد شد الله متعال در قرآن کریم می إن اینا عطاینا کل کثر فصلی لربک وانحر این نشانی هو الابتر ما با شما حوز کوسر نصیب فرمودیم أق... و شما اقتا و نهایت کوتاه نیستین و کسایی که شما را توهین اونها ابتر هستن در باره محل وقوع این حوز علمای عزیز ما به هم اختلاف دارن امام غزالی و قرطبی رحمهم الله بر این عقیده است که این حوز پیش از عبور کردن پل سرات است در میدان محشر قرار دارد و بر این مدعا چنین استناد کردند که بعض از وارد شوندگان بر این حوز به دوزخ فرستاده می شوند و اگر این حوز بعد از پل سرات می بود برگردان بعض از آنجا به دوزخ ممکن نبوده الان مبني حجر دیدگاهي من بخاري را چنين نقل كرده است كه حوض كوثر بعد از پول سرات است به اين دليلك امام بخاري احاديث مربوط حوض را بعد از بين احاديث پول سرات والشفاعه او ورداست البته دیدگاهي من قرطبي سيترس ابن حجر دلائل هر گروه دو گروه در كتاب ارزشمند خود فتح الباري اه... تفصيلا ذكر فرموده علما درباره متواتر بودني احادیث متعلق به حوض کوثر شک او تردید نه درن بیش از 50 صحابه از اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کردند ابن حجر اسامی تمام اصحاب کرام را که حدیث متعلق به حوض کوثر روایت کردند نقل کردس مونیز در صددی انستم که برخی از حدیث متعلق به اونها را که خطیب تبریزی آن را در مشکات خود آورده است ذکر کنیم بخاري ومسلم از عبد الله بن عمرو بن العاص روایات که میگویند که رسول خدا صلی الله, الله علیه وسلم آله فرمودند شهر و زوایعه سوء ابيض من اللبن وريح أطرب من المسك و كيزانه سماء من يشر منها فلا يظمأ ابدا حوزکی بمن وعداد رسودکی توزي آبش را به دوش داشته باشم و امت خود را دو يك بسازم طول و عرضش به ماه کلان هست که یک مسافر از اطرافش سفر کرده بتواند و زوایاه سوا چار گوشش یک برابر استن ما او ابیض من اللبن آبش لبن آبش سفیتر سفی شیر هست و ریح اطیب من المسک و بویش از مشکده هم خوشگوارتر است و کیزان و کنوجوم سما گلاس ها و کوزه هاش مانند ستاره اسمان بیشتر است من یشرو منها فلا یضمع ابدا کسی کسی چشید <applause> أبو هريرة رضي الله عنه از رسول أكرم صلى الله عليه وسلم "إن حوضي أبعد من أيلة من عدن له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم إني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس مع عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيماء ليست لأحد من الأمم" تردون علي غرا غرا محجلين من اثر الوضوء راه مسلم. رسول اكرم صلى الله عليه وسلم يفرمن منك كلانية حوزي كبامندا مش ازيلتا عدنا كالانا هاس و ابش از ترس و شيرينية ابش از اس عسل و شير و شيرين ترس و و ما کوشش میکنیم که مردم رو به سوی حوز فرا بخوانم مثل کسی شطرهای خود را به حوز آبیاری میکنه باز کسی پرسید که رسول شما ما را روز خواهد شناختید امت خود را خواهد شناختید قال نعم لکم سیمان شما شما سیمای خود نشانهای خواهد داشتید که هیچ امت دیگری نخواهد داشت شما زمانی که پیش میین شما دستا و پای شما از, از آثار وضو خواهد جلید را این حدیث مسلم روایت کرده است در دیگر از حضرت انس رضي صلى الله عنهمين اومداس کہ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ترا فيه اباریق الذهب اونجا در حوض کوثر شما کوزه های از طلا و فضا و نقره را خدید که عدد نجوم السماء امچنین روایت میشه که رسول اکرم صلی الله, الله علیه و سلم میفرماند که سفیدی آب از لبن بیشتر است و شیرینیش از عسل بیشتر خواهد بود

احادیث زیاد پیرامونی کسانی که وارد حوز می شوند یا از حوز وارد شده است که ما برخی از این روایت را که علماء عزیز نقل کردن متذکر می در بخاری و مسلم از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله, الله علیه و سلم فرمودند انا فرطكم على الحوض ولا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت اليهم ولأنا ولهم اختلجوا دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ما خلي علاقة قمن هستم كي بحوز وارد شبن وأز حوز بنوشين وقاه يجمعات أز مردم بسوي حوز نزديك مشان أز مردانك كي بين شما حسن أصحاب من أصنع أز أمتي مس حتى كي بخم كي بونها آبي كوسر بدهم از من دور میشن و از من فرار میکن و از من گوشه رانده میشون فالاقولن صدا میزن که یارب اصحابی این دوست اصحاب من از شیش بدن که اینها را از آب کوسر سیراب بسازم ف... فیقال و گفت اینکه لتدری ما احدف بعدک تو نمیدونی که بعد از شما اینها چی مصیبت های را ایجاد کردن اینها مرتد شدن دین را ایواز کردن و منافی دنیا را ترجیح دادن بناهن اون کسی که مستحق حوزي كوسر مشك باتباع رسول اكرم صلى الله عليه وسلم باتباع دينش فابن من باشد بار ديگر امام بخاري ومسلم رحمهم الله از حضرت انس بن مالك روايات کردن كي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمودن لا على الحوض رجال ممن صحبني برخي از کسائي كي بما صحبت کردن وما رديدن بهم صحبت شدیم در روز قیامت بعد از حساب و وردي حوز كوسر مشان حتى إذا رأيتهم وقت كي انهار ببينم ورفعوا ورفعوا إلي وفترف من بلند شوان دوني أزمن دور مشان وأزمن دور رانده مشان أزمن آه دست من دور مشان فلا أقول لنا يا ربي أصحابي أصحابي, أصحابي صدامي ميزنو كي خدايا إيه أصحابي من بو چش كي موافق سيراب فلا يقال لنا لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك تو نده میدانی که اینها چی مشکل را ایجاد کردن همچنین ام امام بخاری و مسلم از طریق ابی حازم از سهل ابن سعد سعیدی رضی الله روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه سلم میفرماید انا کم علی الحوض من ورد شرب و من شرب لم یظما ابدا ما تقسیم کننده و رساننده آب کوسر در حوض کوسر بالای شما هستم و خیلی علاقه که شما از او سیراب کسی که وارد شد وا اور شرد خورت ابرنا نوشید آه آه مستحقش خواهد بود خواهد و من شر بلم و کس کی ابرنا نوشید دیگر هرگز تشنه نخواهد شد ولی ردن علی اقوام نعرفهم ويعرفوننی و هم چنینی ممکن است واسکه برخی از کسایی که مرا میشناسند ما اونها را میشناسند وارد حوض کوثر میشن ثم يحال بين و بينهم پس بین ما اونها پرده ایجاد خواهد شد قال ابو حازم فسمع نعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا الحديث ابو حازم ان حديث رزمانك ابن ابي عياش از ما كما حديث ميغوفتم قال هكذا سمعت سهلا من هم تريد امي حديث ربما روايه شنيدم قلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته لسمعتي يزيد فيقول إن فانه مني فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي باز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حلاک باشه کسی که مسیر من را ترک گفته و از دین منحرف شده و جاده دور گشته از مجموعی احادیث حوض کوثر از این فهمیده میشه که حوض کوثر قبل از وارد شدن به دوزخ یا پل سرات هست بنان بعد از که از حساب و کتاب مردم رها میشن و اعمال وزن میشه و برخی از مردم گفته میشه که شما بروین و یک مسیر حرکت خواهد کرد و حدیث زیادی وارد شده که انسان ها در روز قیامت از اعمالشان از عمرشان از جوانیشان از دستاورد مالیشان و از مصارف مالیشان و از دانششان پرسیده میشه که چی کردن بالاخره وقتی که فیصله ها تکمیل میشه و سیئات و حسنات تفکیک میشه انسان مجرم غیر مجرم یک فرصت برای برخی از مردم داده میشه که تا حوض رو ببینن ولی نوشیده نتانن یکی از حکمت هایی که حوض کوثر از حادثی که فهمیده میشه ایست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را میبینن میشناسنش حوض کوسر را میبینن و متاسفانه محروم میشن به خاطر که مسیر دین و فکر و اندیشه را رها کردن به دیگری رفتن خالق الازل هم و شما را ثبات و استقامت را نصیب بکنن الهی از حوض کوسر هیچ مسلمان را محروم نسازی خداوند نصیب همه ما را دی حوض کوسر بکنه که بار دیگری هرگز تشنه نشویم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.